در سال 550 قبل از میلاد ایرانیان آماده بودند تا اثر خود را در تاریخ به جای بگذارند. به فرماندهی کوروش کبیر ایرانیان علیه امپراتوری مادها که بر منطقه حکومت می کردند شورش کردند. پیروزی در برابر مادها کوروش رو مسئول قلمروی وسیعی کرد. بدین ترتیب گسترش امپراتوری جدید ایران شروع شد. کوروش پس از شکست دادن امپراتوری بابل و سایر پادشاهی های رقیب قدرت خود رو تقویت کرد. با این حال حفظ یک امپراتوری وسیع با استفاده از خشونت به عنوان یک وسیله کار بسیار سختی بود. بنابراین امپراتور شیوه های غیر معمول برای زمان خود رو اتخاذ کرد. کوروش برخلاف حمام های خون معمول به شکست خوردگان جان بخشید و علاوه بر آن تا حدودی خودمختاری اداری را نیز به مردمان تحت فرمان خود واگذار کرد. مردمی که هنوز می توانستند لباس ها و عقاید خود را عملی کنند. ایرانیان برای سرزمین های فتح شده فرمانداری تعیین می کردند. غالبا این فرماندار فردی از منطقه خود یا حتی پادشاهان یا اشراف سابق بود. تا زمانی که اینها به امپراتوری خراج می پرداختند و حمایت نظامی می کردند. امپراتوری ایران به شدت با ادیان مختلف مدارا می کرد. آنها دین زرتشتی را به عنوان عقیده خود داشتند، اما ایمان خود را بر کسی تحمیل نکردند. کتاب مقدس ادعا می کند که کوروش توسط خدا مسح شد تا قوم یهود را که بیش از 70 سال به بردگی گرفته شده بودند آزاد کند. وقتی کوروش بابل را فتح کرد، همه بردگان یهودی را آزاد کرد و با آنها اجازه داد به فلسطین سرزمین مادری خود برگردند و معبدی در اورشلیم بسازند. کوروش کبیر تا پایان عمر خود به گسترش امپراتوری ادامه داد. اما تحت فرمان پسر کوروش کمبوجیه دوم بود که ایران بر مصر تسلط پیدا کرد، ثروتمندترین منطقه جهان در آن دوره. اکنون امپراتوری ایران به عنوان حاکم بر خاورمیانه و بخش‌هایی از آفریقا و اروپا حکمرانی می‌کرد. یکی از مشکلات داشتن امپراتوری بزرگ مبارزه برای برقراری ارتباط است، زیرا ماه‌ها طول می‌کشد تا اخبار به مکانی برسد که اتفاقاً در لبه مخالف امپراتوری قرار دارد. برای رفع مشکل ارتباطات جاده شاهی به طول تقریباً 2000 کیلومتر ساخته شد. جاده شاهی همراه با سایر خطوط فرعی سراسر امپراتوری ایران را در نوردید. با بهره‌گیری از این شبکه جاده‌ای پیک بی سابقه ای ایجاد شد. چاپارخانه ابداع و تأسیس شد. سوارکاران با سرعت زیاد حرکت می کردند تا به چاپارخانه بعدی برسند و پیام را به پیکی دیگر برسانند و آن پیک به سفرش ادامه دهد تا پیام را به مقصد برساند. به این ترتیب پیامی که ماها طول می کشید حد اکثر در طول 15 روز دیگر در دسترس بود. به این ترتیب با کمک چاپارخانه اگر قیامی در قسمتی از مرزها صورت می گرفت، پیام به سرعت به مرکز فرماندهی و پایتخت رسیده می شد و امپراتوری ارتش خود را برای سرکوب این شورش ارسال می کرد که این ارتش به راحتی می توانست با استفاده از راه‌های شاهی با سرعت حداکثر خود را به محل برساند. هخامنشیان بر این عقیده بودند که هیچ کس توان مقابله با ارتش پول پیکر آنان را ندارد.